به اورشلیم بریم با اشکان صفایی همراه بشیم. همکارم در این شهر اشکان، دقایقی پیش بود که بلینکن رو دیدم وارد قاهره پایتخت مصر شد. از اهداف این سفر بگو، اگر اشتباه نکنم هشتمین سفر بلینکن میشه از آغاز جنگ اسرائیل و حماس. بله، این هشتمین سفر بلینکن از زبان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 8 ماه پیش به منطقه خاورمیانه است. او اول در قاهره با سیسی دیدار میکنه، بعد به اسرائیل میاد عصر امروز و امشب با شماری از مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد. به نظر میاد دو موضوع اهداف اصلی سفر اون هستند. یکی پیشبرد همون طرح آتش بس و تبادل گروگانهای اسرائیلی با زندانیان امنیتی فلسطینی هست که او سعی میکنه پیش ببره، و دومیش تلاش برای جلوگیری از تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان و مبدل شدن اون به یک جنگ تمام عیار هست که اون رو هم سعی میکنه در واقع جلوش رو بگیره. باید گفت که این سفر داره در حالی انجام میشه که همین ساعتی پیش تلویزیون NBC آمریکا گزارش داده، در واقع در خبری مدعی شد که ایالات متحده داره تلاش میکنه که اگر اون طرح آتش بس به نتیجه این نرسید مستقیما با حماس وارد مذاکره بشه تا 5 گروگان اسرائیلی رو که شهروندی مضاعف آمریکایی رو هم دارن خودش معامله ای بکنه با حماس و اونها رو آزاد بکنه. حالا باید دید در این مورد آنتونی بلینکن زمانی که در اسرائیل هست چه خواهد گفت. باید گفت همه اینا در حال اتفاق میفته. حالا چون به گروگان ها اشاره کردیم که نیویورک تایمز میگه که رهبران حماس به تمام هسته های این گروه که گروگان های اسرائیلی رو در اختیار دارن فرمان داده که اگر متوجه شدن که ارتش اسرائیل داره برای نجات گروگان ها نزدیک میشه باید فوراً گروگان های در اختیار خودشون رو بکشن. اشکان صفایی همکارم در اورشلیم، مرسی از توضیحاتت اشکان.